مونیخ در آلمان غربی در تکاپوی برگزاری المپیک 1972. اونها همه امکانات رو فراهم کردند تا یک المپیک مطلوب برگزار کنند. آروم آروم از 121 کشور ورزشکارا سرازیر میشن تو مونیخ و در نهایت 7134 ورزشکار جمع میشن اونجا. تمام کشورها سعی کرده بودن بهترین ورزشکاراشون رو بفرستن اینجا. حالا چرا این المپیک اینقدر معروفه؟ به خاطر ورزشکارهایی که تو شرکت کردن یا به خاطر رکوردهایی که اونجا شکسته شد؟ نه، هیچ کدوم از اینها نبود. المپیک 1972 مونیخ آغشته به خون شد. تروریست‌ها به این المپیک حمله کردند و 11 ورزشکار اسرائیلی رو کشتن. المپیک قبل از مونیخ که در آلمان برگزار شد، المپیک 1936 برلین بود، زمانی که ایشون در اوج قدرته. اگر تاریخ اون زمان رو بدونید، میدونید که هیتلر در دوران این المپیک بسیار نجات پرستانه رفتار کرد. اون فقط میخواست تو این المپیک ثابت کنه که جرمنها یا آریایی ها از همه بهتره. در سال 1972 آلمان با برگزاری المپیک مونیخ سعی داشت به همه دنیا نشون بده که نجات پرستی قدیمی که در آلمان وجود داشت دیگه وجود نداره و دنیا با یک آلمان جدید روبروه. دولت آلمان غربی به قدری از امنیت خودش مطمئن بود که حتی دیکده المپیک مونیخ یک گارد امنیتی مجربم نداشته، چه برسه به پلیس‌های معمولی. ورزشکارهای اسرائیلی قدم به جایی میذاشتن که 27 سال قبل از اون تاریخ فاجعه هولوکاست رو ساخته بود. حضور اسرائیل در این المپیک و سفت و سخت نبودن اردوگاه المپیک باعث شد که تروریستا وارد این اردوگاه بشن. ساعت 4:30 صبح 5 سپتامبر 1972 همینطور مثل دونده ها دوان دوان به همراه ساکاشون وارد هتل اسرائیلیا میشن. داخل این ساکا همه جور مهماتی قرار داده بودن، از کلاشینکوف بگیر تا نارنجک. این دونده ها وارد قسمت اسرائیلیا میشن و اسلحه ها رو از ساکا در میارن و مسلح میشن. دوتا از ورزشکارهای اسرائیلی اینها رو میبینن و برای اینکه جلوشون رو بگیرن باشون درگیر میشن که اینها هم در جا بهشون شلیک میکنن و کشته میشن. 9 تا اسرائیلی دیگه باقی مونده که زنده به گروگان این تروریستا در میان. اونها اعلام کردن این 9 نفر زنده میمونن در صورتی که 234 فلسطینی که در زندانهای اسرائیل هستن آزاد بشن. در غیر این صورت اینها رو میکشیم. یک کم بریم عقب ببینیم اینا کی هستن. در سال 1958 یاسر عرفات یک گروهی تشکیل میده به نام گروه الفت، یک گروهی ضد اسرائیلی. اونها در سال 1964 یک سازمان دیگه رو اندازی کردن به اسم سازمان آزادی بخش فلسطین یا PLO. این گروه هم میگفت این خاک مال ماست و میخواست اسرائیلیا رو از اونجا بیرون کنه. این گروه‌های فلسطینی ضد اسرائیلی در اردن دارن تشکیل میشن. اما ملک حسین پادشاه وقت اردن اصلاً از سازمان آزادی بخش فلسطین خوشش نمیومد. برای همین ملک حسین سعی میکنه اینها را از اردن بیرون کنه و حتی باشون درگیر میشه. 15,000 فلسطینی در این درگیری کشته میشن. درگیری که اتفاق افتاده در سپتامبر 1970. برای همین فلسطینی‌ها اسم این سپتامبر رو میذارن سپتامبر سیاه. گروه اولیه یاسر عرفات که گفتیم الفت، اسمشو عوض کرد به سپتامبر سیاه. دوباره رسیدیم به 1972 مونیخ، جایی که 8 تروریست از گروه سپتامبر سیاه ورزشکارهای اسرائیلی رو گروگان گرفتن. در حینی که 2 نفر کشته شده و 9 نفرم گروگان تروریست هاست، اما المپیک داره برگزار میشه. دولت آلمان انگار نه انگار یک همچین اتفاقی افتاده، اتفاقی که هنوزم ادامه داره. برای همین از آلمانی ها خیلی ایراد میگیرن، میگن چطور ممکنه مسابقات در حال انجام باشه در صورتی که 9 نفر اونورتر کلاشینکوف رو مخشونه و گروگان شدن. در هر صورت گروگانگیری ادامه داشت. همه منتظر بودن دولت اسرائیل زندانیا رو آزاد کنه و این ورزشکارها آزاد بشن. در اون زمان گولدا مایر نخست وزیر اسرائیل بود. ایشون اعلام کرد ما هیچ کس رو آزاد نمی‌کنیم و در این مورد هم مذاکره نمی‌کنیم.
از یه طرف سازمان جاسوسی اسرائیل موساد تصمیم میگیره وارد دهکده المپیک بشه و ورزشکارا رو نجات بده، اما دولت آلمان میگه نه، به هیچ وجه این کارو نمیکنه چون اینجا میدون جنگ نیست. تروریستا میگن خیلی خوب، زندانیا رو آزاد نمیکنین؟ پس اگر میخواین اینها زنده بمونن به ما هلیکوپتر بدین که ما با اینها سوار شیم و بریم مصر. دولت آلمان میگه ما این کارو انجام میدیم. یک هلیکوپتر میفرسته رو سقف ساختمون، اما پرسنل هلیکوپتر همه مأمور بوده. همه فکر میکردن اینها میخواستن یک کاری بکنن، اما اینها هلیکوپتر رو سقف میشونن، اسرائیلیا رو با تروریستا رو سوار میکنن و میبرن تو فرودگاه مونیخ، میشینن رو زمین. خودشون پیاده میشن و فرار میکنن. چرا فرار میکنن؟ چون برنامه این بوده تک تیراندازها از دور تروریست ها رو بزنن. منتها مثل اینکه تک تیراندازها خیلی ناشی بودن، اونها نمیتونن حتی یه دونه از اینها رو بزنن. و تروریست ها وقتی میبینن داره بهشون تیراندازی میشه، یک نارنجک پرت میکنن تو هلیکوپتر که 5 تا ورزشکار در جا کشته میشه و 4 ورزشکار باقی مونده را میبندن به رگبار. اونها یه دونه پلیس آلمانی را میکشن. بالاخره تیراندازی میشه و 5 تا از تروریستا کشته میشن. 3 تاشون هم دستگیر میشن و فرستاده میشن به اسرائیل. فردای اون روز المپیک داره برگزار میشه، اما پرچمهای کشورهای شرکت کننده رو به خاطر این فاجعه نیمه افراشته میکنن. اما کشورهای عربی همشون اعتراض میکنن و میگن نه، پرچمهای ما رو نباید نیمه افراشته کنید. برای همین در اون روز پرچم تمام کشورها نیمه افراشته میشه به غیر از کشورهای عربی. یه چیز دیگه ای که خیلی ها رو از دست آلمان ناراحت کرد این بود که اجازه داد اون 5 تا تروریست رو ببرن لیبی و در اونجا مثل قهرمان ها دفن کنن. تو این واقع دولت اسرائیل بیشتر از آلمان ناراحت بود تا فلسطینیا، چون آلمانیا اصلا همکاری نمی کردن، اجازه ندادن موساد بیاد، تک تیراندازاشون به در و دیوار زدن و یه جورایی اگر کسی بی‌طرف نگاه کنه میگه شاید دولت آلمان طرفدار تروریستا بوده. از اون به بعد موساد ریخت تو کشورهای عربی، دونه به دونه اعضای سپتامبر سیاه رو کشت. البته میگفتن خیلی از آدمهای اشتباه هم کشته شدن، آدمهایی که هیچ ربطی به سپتامبر سیاه نداشتن ولی کشته شدن. این اتفاق باعث شد که تمام دنیا به مشکل بین اسرائیلیا و فلسطینیا پی ببره و یه جورای این مشکل تو دنیا معروف بشه. برای همین میگن این واقعه برای اسرائیل بیشتر ضرر داشت تا فلسطینیا، چون یک موضوع منطقه‌ای با این عملیات جهانی شد. بعد از این واقعه ضریب‌های امنیتی به شدت بالا رفت. دیگه به این شلی نمی‌شد وارد اردوگاه المپیک بشی. خیلی از یهودیای دنیا به شدت از آلمان ناراحت شدند و گفتند نجات پرستی هنوز در آلمان زنده است. نظر شما چیه؟